سلام عزیزان، وقت بخیر. یکی از مهمترین کارهایی که بشر تونسته انجام بده در واقع تولید واکسن ها هست که با ورود واکسن ها به بدن سعی کرده که ایمنی ایجاد بکنه و آثار کشندگی میکروب ها ویروس ها رو در واقع از خودش دور کنه. در این ویدیو با ما همراه باشید ببینیم که چه مراقبت هایی رو برای واکسن زدن کودکان باید انجام بدیم. به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، واکسن ها برای این تولید شدن که بخوان بیماری ها رو در واقع به صورت کنترل شده وارد بدن کنن و سیستم ایمنی بدن رو تحریک کنن که بتونن در واقع تولید آنتی بادی هایی رو ایجاد بکنه تا بتونه بدن مقاومت پیدا کنه و نسبت به آثار کشنده اون میکرو ویروس در واقع بتونه فعالیت نشون بده. و به صورت کلی میشه گفت که هیچ واکسنی رو ما نداریم که عارضه نداشته باشه. اکثر این واکسن ها ممکنه عارضه داشته باشن که این عارضه هاشون گاهن به خاطر خود تزریقی که فرد ترس و استراب داره و ایجاد ناراحتی براش میکنه، گاهی ماهیت خود واکسنه که ایجاد التهاب ایجاد میکنه، تب علائم عمومی مثل تورم در محل، درد و قرمزی، تحریک پذیری، خستگی، رنگ پریدگی، گاهی اوقات اسهال و دردهای عضلانی شدید و سردرد از عوارض واکسن ها به صورت معمول هستن. گاهی اوقات هم عوارضی اتفاق میفته که هیچ ربطی به واکسن نداره، اما به صورت کلی هر زمان واکسن زده میشه حدود 10 تا 20 دقیقه اون کودک رو باید در محیط بیمارستانی یا محیطی که در واقع مجهز به سیستم احیای قلبی تنفسی هست نگهداری بشه تا اگر فردی واکنش های حساسیتی کشندهی نسبت به یک واکسن پیدا کرد در محل حضور داشته باشه و توسط پزشک کارهاش انجام بشه. اما بعضی از واکنش های ناخواسته نسبت به واکسن ها نیاز داره که توجه بیشتری بشه، مثل تشنج، مثل شلی بیش از حد، جیغ کشیدن های مداوم بیش از 3 ساعت در کودکان و بعضی از بیماری واکنش ها که واکنش های شدید یا آنافیلاکسی بهشون گفته میشه، همراه با شوک، کاهش فشار خون و افزایش ضربان قلب، بیحالی و ورم شدید بدن خصوصا ناحیه صورت و گردن که اینا میتونه مشکلات تنفسی ایجاد بکنه، اهمیت داره که بسیار بسیار بهش توجه بشه و حتی اون واکسن مورد نظر در برنامه واکسیناسیون کشوری از اون کودک حذف بشه. اما مهمترین آرزویی که گفتیم همون واکنش های شوک یا آنافیلاکسی است که معمولا ضایعات پوستی و کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و تورم صورت رو افت فشار رو میده که اینها معمولا واکنش های بسیار خطرناکی هستن که میتونه حتی زندگی رو تهدید بکنه و باید حتما پزشک سریعا به اونها رسیدگی بکنه. گاهن این اتفاق حتی با دریافت تخم مرغ هم اتفاق میفته، بنابراین حساسیت های معمولی که افراد به تخم مرغ دارن به صورت دونه زدن یا کهیرهای جزئی اهمیتی نداره، اما اونچه که مهمه اگر چنانچه واکنش شوک نسبت به زرده تخم مرغ و با دریافت زرده تخم مرغ اتفاق میفته، یعنی که این افراد به نسبت به دریافت واکسن هایی که این زرده تخم مرغ درشون هست رو در واقع نباید داشته باشن، چون بعضی از واکسن ها اون میکروب یا ویروس در زرده تخم مرغ در واقع تکثیر پیدا میکنه و پرورش داده میشه. باورهای غلطی وجود داره که اگر چنانچه ابتلا به یک بیماری عفونی اخیر داشتیم نمیشه واکسن بزنید، که در واقع درست نیست. اگر در دوره نوعات یک بیماری هستید و یا سرما خورده کودک و یه تب مختصری و یا آبریزش بینی داره، اینا جزء مواردی نیست که بخواید واکسن رو حذف کنید. یا اگر جدیدن آنتی بیوتیک گرفتن، اگر نوزاد نارس هست، کم وزن هست، اگر تماس خانگی با یک خانم باردار وجود داره یا سابقه حساسیت خفیفی رو قبلا داشته و یا اگر کودک قرار تغذیه با شیر مادر بشه، آیا اینا میتونه مشکل زا باشه. خیر، وجود بیماری های مزمن مثل آسم، یا اگر فردی دچار در واقع بیماری منگولی یا داون هست، یا سابقه تشنج در خانواده فرد وجود داره و یا اخیراً خون و یا فراورداری گرفته، اینها هم در واقع در بسیاری از موارد جزء علالی نیست که بخواین شما واکسن رو به تأخیر بندازید. و همچنین اگر کودکی دچار سوء تغذیه هست یا سابقه زردی داشته و یا حتی زردی همون لحظه در واقع بهش مبتلا هست، سابقه مرگ ناگهانی داشته و یا اگر
تماس خانگی با یک فردی دارید که بیمار سرطانی هست یا ضعف ایمنی داره، دارو استفاده میکنه و یا اگر سابقه جراحی اخیر داشتید، اینها هیچ کدوم از مواردی نیست که شما بخواید واکسن رو در واقع به تاخیر بندازید. اما والدین به عنوان مراقبین اصلی کودکان زمانی که قرار واکسن زده بشه نیاز هست یه سری در واقع مرزوماتی رو رعایت کنید و اون اینکه اولا کودکان رو سعی نکنید با تزریق مجازات کنید و در واقع اگر کار خطایی میکنه و شما میخواید اونها رو تنبیه کنید با یادآوری تزریق واکسن یا آمپول اونها رو بخواید بترسونید و در واقع این رو به عنوان یک وسیله برای تربیت بچه‌ها قرار بدید. بچه‌ها رو نباید با هنگام موقع تزریق واکسن با خشونت و اجبار نگه دارید، بلکه باشون میتونید صحبت کنید و حتی بهشون بگید که ممکنه یک فشار کوچکی به بدن وارد بشه و از اصطلاحاتی مثل درد یا سوزش که بار منفی برای کودک داره در واقع استفاده نکنید و اونها رو تهدید نکنید و سعی کنید مادر تماس پوست با کودک داشته باشه در موقعی که تزریق میخواد انجام بشه و یا تزریق واکسن رو زمانی انجام بده که در آغوش والدین هستن و والدین بعد از تزریق واکسن کودک رو نوازش کنن و مورد محبت خودشون قرار بدن. همچنین سعی کنید کودک رو آروم کنید، بعد از تزریق واکسن نوازش کنید، دلجویی کنید بعد از اینکه تزریق انجام شد و حین تزریق حواس کودکتون رو پرت کنید یا با اسباب بازی، با داستانگویی یا با موسیقی مورد علاقه ای که در واقع میتونید براشون همون لحظه پخش بکنید. و یکی از مهمترین مسائلی که والدین باید رعایت کنن که گاهن خودشون هم استراب دارن نسبت به تزریق، اینکه استراب والدین نباید به کودک منتقل بشه و کودک متوجه بشه که خود والدین هم استراب دارن. گاهن دیده میشه که والدین خودشون بیشتر نگران هستن از کودکشون. اما کارهایی رو باید انجام بدید. یکی این که اولا ما محدودیتی برای حمام کردن بعد از واکسن نداریم، ولی بهتر هست که روز قبل از واکسن کودک رو حمام بکنید تا بدن تمیزی داشته باشه و در واقع عرق کردن باعث نشه که اذیت بشه. محل تزریق موردی نداره که بخواید بشورین، بنابراین بیقراری و استراب کودک رو با نشستن نباید افزایش بدید. این آمادگی ذهنی رو داشته باشید که کودک ممکنه به دنبال هر واکسنی، ویروس و میکروبی وارد بدنش بشه، ضعیف یا کشته شده میشه و در مواردی اون مارکر شناسایی وارد بدنش میشه، بنابراین سیستم ایمنی باید در مقابلش فعالیت بده و شما باید انتظار داشته باشید تب، تورم و حتی بیقراری رو داشته باشید. و توصیه میشه که در 24 ساعت اول برای اینکه این درد و تورم رو کنترل کنید کمپرس خنکی در محل تزریق واکسن داشته باشید و معمولا استامینوفن به عنوان یک ضد تب یا یک مسکنی یک ساعت جلوتر از تزریق واکسن های دردناک میتونید براشون استفاده کنید و بعد از اونم اگر چنانچه تب و یا درد داشت و یا هر دو رو داشت میتونید هر 6 ساعت استفاده کنید که قاعدتا در حتی 1 تا 2 روز بیشتر نیاز نیست استفاده کنید. کودک رو سعی کنید لباس گشادی بپوشونید که محل واکسن در واقع تحت فشار نباشه و اذیت نشه. توصیه میشه حتما واکسن بچه ها رو به موقع بزنید، ولی اگر چنانچه چند روز به تعویق میفته ایرادی نداره، بنا به دلایل بیماری یا هر چیزی که مجاز نبوده واکسن رو استفاده کنن. گاه هم پیش میاد واکسن ها به فاصله 2 ماه تزریق نشه و حتی در مناطقی که کوهستانی صعب العبورن این فاصله کوتاه و حتی ممکنه 1 ماه 1 ماه و نیم بشه که این حال بر اثر دستور عملهای کشوری با هم دیگه فرق میکنه. اگر چنانچه عزیزی دارید که مشغول مراقبت از کودکشون هستن، این ویدیو رو با اونها هم به اشتراک بگذارید تا بتونن مراقبت صحیح رو انجام بدن. ممنون از توجهتون.